با اکنون از جام جهانی فوتسال در کشور ازبکستان امروز سه‌شنبه دوره حذفی این جام آغاز شده و در نخستین رقابت 16 تیم برزیل و مساف کاستاریکا رفته است. همکارم میر عبدالقادر مشرف را مکنون از طریق اسکایپ از شهر تاشکند ازبکستان با خود داریم با جزئیات بیشتری رقابت. آقای مشرف سلام، بر شما خسته نباشین. ابتدا بفرمایید تیم افغانستان در چه وضع قرار داره؟ لینا جان سلام به شما و بینندگان عزیز. ببینن افغانستان در نخستین حضور خود در جام جهانی به دور حذفی راه یافت و این خود حضور در دور حذفی یک دستاورد و یک موفقیت به این تیم حساب میشه، ولی با توجه به حضور تیم های برتر در 16 تیم دوری یک هشتم، افغانستان باید بسا آماده تر و مصممتر از دور گروهی در اینجا ظاهر شود. در صحبتی که ما با مبصرین و منتقدین داشتیم، اونا بر علاوه که خوان مفقت از این تیم هستند، اونا انتظار دارند که تیم ملی فوتسال افغانستان آنچنان بازی بکنه که در برابر ارجنتین حضور یافت، نه آنچنانی که با اوکراین بازی کرد. اعضای خصوصا در ساختار دفاعی و در حملاتشان باید بیشتر توجه به خرج بدن. و یک نکته را که ما به صورت مشترک از همه مبصرین شنیدم در این رابطه و حتی کاربرای صفحات اجتماعی هم به این نکته تذکر دادن، او این بود که تیم ملی فوتسال افغانستان در رویارویی با تیم‌های مختلف بایست و بایست در ساختار دفاعی خود انسجام بیشتر را باید اینا به خرج بتن و از اشتباهات فردی جلوگیری به عمل بیاید. این واژه را که من برتان لینا جان میگم، این واژه است که ما از زبان خود آقای یوسف کارگر هم شنیدیم و خود سرمربی تیم ملی فوتسال افغانستان هم به اشاره کرده. یعنی تیم در کل کمتر اشتباه میکنه، ولی اشتباهات فردی باعث میشه که یک تیم به نتیجه لازمی در یک رقابت دست نبیفته. مثلا در رقابتی که با اوکراین بود، ما شاهد از این لحظات بودیم که بازیکن یا مهاجم تیم ملی فوتسال افغانستان توپای یک دقیقه با دروازه‌بان تیم ملی اوکراین مس کرد. این لحظات است که در هر حالت در بازی های فوتسال پس دوباره به دست نمیاد و تاکید اکثریت مبصرین و کارشناسان فوتسال در دوره حذفی، چی رقابت یک هشتم باشه چی در دوره های بعدی، همین است که باید از اشتباهات فردی جلوگیری شود و ساختار دفاعی تیم ملی فوتسال افغانستان باید آرایش بهتری را به خود بگیرد. بله، خب کمی بیشتر روی رقابت امروز معلومات بدین، کدام تیم ها بودن و چه نتایجی داشت؟ لینا جان پیش از اینکه به این پاسختان بپردازم، یک نکته را که باید یادآور شوم این است که تیم ملی فوتسال افغانستان فعلا در تاشکند آمده و در صحبتی که من با مسئولین فدراسیون داشتم، دیروز و امروز صبح تمرینات و جلسات نظری و عملی را اینا در اینجا انجام دادن. در پاسخ سوال شما باید بگم که امروز روز نخست دور حذفی جام جهانی فوتسال بود. در رقابت اولی که ساعت 5 عصر به وقت افغانستان در شهر بخارای ازبکستان برگزار شد، تیم ملی فوتسال برزیل به مساف کاستاریکا رفت و تانست که پس از 40 دقیقه بازی 5-0 کاستاریکا را شکست بده و به عنوان نخستین تیم به دور یک چهارم صعود بکنه. و در رقابت کمی اکنون امراتان صحبت میکنم، حدود 4 دقیقه شاید کمتر به ختم بازی نمانده باشه، 1-0 به نفع اوکراین جریان داره و بازی اوکراین با هالند در جریان است. نکته را که در این رقابت ها باید بگویم است که ساختار بازی و همچنان سیستم بازی تیم ها به صورت کل متفاوت می باشه و یک مسئله که در رقابت افغانستان با تیم پاراگوای می باشه و است که تیم پاراگوای حدود 7 مرتبه در جام جهانی حضور پیدا کرده و افغانستان نخستین بارش است. بله. و توصیه مبصرین و کارشناسان فوتسال همی است که باید تیم پاراگوای دست کم نگیرد. بله، وقت بسیار کم است. روحیه یه بازیکنان تیم افغانستان را چطور یافته؟ من شخصا مستقیما امراشون صحبت نکردیم، بعض مخصوصا پس از شکست اوکراین، ولی آنچه که در تصاویر دیدیم، در ویدیوهایی که از تیم به نشر رسیده دیده میشه که روی احیای دوباره روحی بازیکنان کار شده، ولی مبصرین و کارشناسان همین را تاکید میکنند که تیم ملی فوتسال افغانستان باید آنچه که در دوره گروهی گذشت فراموش کنند و از اشتباهات خود پند گرفته در ادامه از این سفر حضور داشته باشند.
بله ممنون و سپاس از شما. تشکر از اینکه تحولات را آنچه را در ازبکستان در رقابت‌های فوتسال مگذره با بیننده در میان گذاشتین. تشکر. ممنون.